اتفاق اتفاق بسیار بزرگ فرهنگی به نظر من. یک نهادی مثل آستان قدس که کنار مردمه، برای مردمه، برای آرامش مردمه، میاد قرار میگیره کنار زیستبوم دانش بنیان کشور. الگویی که آستان قدس پیاده کرده و هم حمایت مادی میکنه غیر مدیریتی، یعنی شرکت های دانش بنیانی که آستان قدس باهاشون کار میکنه، مدیریت دست دانشمندان اون فن ما میماند، فقط ما یه کمکی میکنیم که تا او راه بیفته و به سمت تجاری سازی حرکت بکنه. مهمترین وجهی که حضور توی این نمایشگاه ها داره بحث شناخت هست، شناختی که شرکت های مختلف از ظرفیت های همدیگه کسب میکنن. ما در 3 سال گذشته در حوزه های دانش بنیان کارهای پایه‌ای و اساسی کردیم. مسئله اصلی توی شرکت های دانش بنیان اینه که چون یه مسیر جدیدی هست، مشکلات و موانع زیاد توی این مسیر وجود داره. ما مشکلات خودمون رو بیان کردیم خدمت دوستان، حالا دوستان هم انشاءالله پیگیری میکنن و ما نتیجه شو میتونیم توی سمینار بعدی خدمت شما بگیم. حرکت آستان یه حرکت نمادین و واقعیه. ما بتوانیم جا بندازیم که امروز باقیات و سالات تو این کشور اینه که سرمایه گذاری کنن خیرین، سرمایه گذاری کنن نهادهای موقوفات در تولید اشتغال بر این بچه ها، در تولید کسب و کار بر این بچه ها. مای آستان واسطه بین این عزیزان و شماها هستیم. ما هم وظیفه خودمان میدانیم تا جایی که شرکت‌های آستان قدس حمایت مادی میتوانند انجام بدن تمام قد، جایی که مادی نمیتوانند معنوی. ما بلندگوی شرکت‌های دانش بنیان هستیم، حرف شما رو به گوش آقایان برسانیم.